آنیتای عزیز به برنامه خودت خوش اومدی منم بهت سلام و درود میگم آنیتا و خوشحالم که دوباره با صحبت میکنیم سلام مرسی از شما مرسی از پادکست هفت و مرسی که راجع به مسائل روز دنیا برنامه میسازین من میخواستم در ابتدای برنامه امید و آرزوی خودم رو بگم راجع به این که تکنولوژی رو به عنوان یک ابزاری استفاده بکنیم همه ما برای نزدیک شدن به تصاوی بین حقوق زنان و مردان و تاکید میذارم که خود ما زنها و به اتفاق مردها باعث نشیم که این دور افتادگی بیشتر و بیشتر بشه و از لطف تکنولوژی استفاده بکنیم آمین آنیتا جان امروز چه مطلبی برامون آماده کردی؟ امروز میخوام برم سراغ یک کتابی از یک کارگردان و سیاستمدار اهل برزیل به نام آگوستو بوال که در سال 1960 پایگذار شیوه بدی در تئاتر برزیل بود که اسم این شیوه رو میذاره تئاتر ستمدیدگان یا تئاتر مردم ستمدیده هم ترجمه شده چقدر اسم جالب و هیجان انگیزی دوست دارم که بیشتر راجبش برامون بگی کتاب مد نظر برای معرفی این شیوه و نوع نگرش بال به نمایشه که به سرعت مردم در آمریکای لاتین میتونن باش ارتباط برقرار بکنن و بنابراین خیلی گسترش پیدا میکنه. حالا چرا اسم این روش تئاتر ستم دیدگان قرار گرفته؟ یک کتابی هست به نام آموزش ستم دیدگان که به عنوان یکی از متون پایه در تعلیم و تربیت انتقادی شناخته میشه. نویسنده این کتابی که الان گفتم پائولو فریر فیلسوف تربیتی که نظریه ها و کار ایشون خیلی تأثیر به سزایی در تفکرات بال میذاره. پر واضحه که اغلب هنر والا منظورم هنریه که غیر سفارشی باشه حتی وقتی تحت سیطره زور و قلدوری هم که بوده آشکار یا پنهان در خدمت ستودن عدالت و حقیقت و دادخواهی و تشویق جامعه به سمت چنین ارزشهایی قرار می‌گرفته. تو را به مسیح از کندن خاکی که اینجا را در بر گرفته دست بردار خجسته بادان که این خاک را فرو گذارد و نفرین بر آن که استخوان‌هایم بردارد ببینید مثلا ما هنوز در قرن 21 چنین آثاری رو میخونیم و دوست داریم اجرای ازشون ببینیم آنیتا یه خورده راجب این شیوه نمایشی برای اون میگی که بال خلق کرده بال دست به خلق تکنیکی زده که از تئاتر به عنوان ابزاری برای ترویج و ترغیب مردم در تغییر سیاسی و اجتماعی استفاده میکنه در این تئاتر تماشاگر فقط تماشاگر نیست بلکه شریک در نمایش هم هست و خود تماشاگر تبدیل به معلفه اصلی میشه که بیشترین نقش رو در روند اجرایی تئاترش بر عهده داره موضوع این تئاتر آرزو، خواسته ها و دل های مردمه و شرایطی که اونها زندگی میکنن رو به تصویر میکشه. آنی تو جمعه رو بیشتر با آقای بال آشنا کن. همونطور که اشاره کردم، بال هم نویسنده بوده، هم کارگردان و هم سیاستمدار. در سال 1986 در برزیل در شرایط سیاسی جدیدی که به وجود اومده بود، بال یکی از اعضای شورای شهر ریو دو رو انتخاب میشه. در این دوره بال از تئاتر شورایی برای نظرسنجی در مورد قوانین جدید حوزه انتخاباتیش استفاده میکنه در واقع نشون میده که چطور میشه از این روش نمایش در بطن جامعه استفاده کرد به صورت عملی و همچنین انقدر معروف میشه که سال 2009 پیام روز جهانی تئاتر از طرف بال صادر میشه من چند خطی انتخاب کردم که باهاتون به اشتراک بذارم از این پیام و پیشنهاد میکنم که برین متن کاملش رو بخونید با کمال میل ساختار روابط انسانی ریشه در شیوه های تئاتری دارند هرچند خود افراد نسبت به این مهم آگاهی نداشته باشند. استفاده از فضا، زبان تن، گزینش واژه ها و حتی تغییر تکیه صدا، تقابل افکار و هیجانات و هر آنچه که در صحنه به نمایش میگذاریم همان است که هر روزه آن را نیز زندگی می کنیم. ما تئاتریم. چه توصیف و ترکیب جالبی ما خود تئاتر هستیم ما خود نمایشیم میخوام ازت بپرسم که راجب کتاب چه چیز دیگه ای میتونی برامون بگی آنیتا همونطور که مشخص شد کتاب راجب این روش تئاتر هست پس از جانب خود بال نقل میکنم که این شیوه نشون میده مردمی که از راه کار عادات و تاریخشون فریب میخورند چطور میتونن زندگی خودشون رو تغییر بدن چون که هر چیزی در تغییر کردن معنا پیدا میکنه مردم باید برای این تغییرات در زندگی روزمره آماده بشن و بال برای آماده شدن از نمایش استفاده میکنه. در این نوع نمایش تماشاگر ناظر بر تمام اتفاقات و نیازی به سکو نیست یعنی از هر جایی میتونه به عنوان سکو استفاده بکنه این نمایش رو نباید به شکل کمدی یا تاترهای آنارشیستی نگاه کرد البته نقش بازیگرها و گروه خیلی مهمه که درایت و هوشیاری داشته باشند بتونن احتمالاتی که ممکنه طی اجرا به وقوع به پیونده رو بدن همچنین باید تمرین بکنن که آمادگی داشته باشن برای هر نوع برخوردی از سمت تماشاگرها و توجه به این بکنن که ممکنه بعضی وقتا این هرج و مرجها با دخالت پلیس همراه بشه از سبک هایی که این نمایش داره میشه به نمایش شورایی که پیشتر بهش اشاره کردم در زمان انتخابات با ازش استفاده کرد نمایش پیکره یا مجسمه نمایش فولکلوریک نمایش روزنامه ای کولاج، نمایش نامرعی نامبرد. و این نمایش چیزی که خیلی مهمه راجبهش مشارکت تماشاچی و جامعه است و برای همین هم باید در مکانهای خیلی پرجمعیت اجرا بشه و مهمه که بستری ایجاد بشه تا تماشاچی ها بتونن حد اکثر مشارکت رو داشته باشن و دیدگاه های خودشون رو مطرح بکنن امیدوارم که ما هم بتونیم یک روزی جزو تماشاگرها باشیم منم خیلی از این آرزو استقبال میکنم و امیدوارم که محقق بشه آمین یک چیز کوچیک دیگه هم که مونده میخوام یه کتاب دیگه ای رو هم معرفی بکنم به اسم منوشورایی و گفتگو با مردم تجربه تئاتر ستم دیدگان در ایران که همونطور که از اسمش هم برمیاد تجربه دوستان ایرانی هست که باعث میشه مخاطب ایرانی ملموز تر ایده بال با رو درک بکنه بسیار عالی یک بار دیگه ازت تشکر میکنم آنیتا که این کتاب خوب رو و این سبک مهم رو در نمایش و ادبیات به معرفی کردی هر جا هستی خوب و خوش باشی من هم ممنونم ازت تا یک برنامه دیگه خدا نگه دارت. مرسی منم امیدوارم که همه بازیگرای خوبی باشیم برای زندگی خودمون و برای زندگی تک تک افرادی که سر راهمون هستن آمین